ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. صدق الله العلي العظيم. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. أحسن. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. به به. خیلی خوش اومدین آقای حسن زاده. سلام میکنم خدمت تمامی عزیزان، مجیان بزرگوار، عزیزانی دوست داشتنی، تمام عزار بینندگان محترم. خودم رمضان علی حسن زاده هستم، در خدمت شما هستم. رمضان و ماه رمضان و رمضان علی خیلی هم عالیه. این بچه‌ها بچه‌های کلاستونن؟ شغل من کفاشی است، من تا در رشته مربیگری قرآنم سررشته داره. این کلاس کجا برگزار میشه؟ هاشم آباد منطقه 15. من محل کارتون؟ بله تو محل کارم. یعنی تو کفاشی آقای حسن زاده؟ بله بله تو مغازه کفاشی. ما شاگردای قرآنی داریم اونجا تربیت میکنیم. ماشاءالله. سلامت باشین جزاک الله. این بچه‌ها بچه‌های محله خودتونن؟ بله بله منطقه 15 هاشم آباد. خدا وکیلی تشویق نداره یه همچین آدمی. دوچرخه چیه؟ یادگار قدیم است که ما با این دوچرخه میایم تا مغازه و بعد بر میگردیم. هنوزم داریم. بله بله. کاش میورد. کاش میوردین آقا. جناب عرض گال نمیشه که اینجا تو مسجد چطوری میشه؟ حسنه این باش بزنه. انشالله بیاید ما در خدمت هستیم. نه اون بهتر نیاوردی. خیلی اعتمادی به دوستان نیست. همون دوچرخه هم ازت میگیرم. خواهش میکنم جناب. آره. خب. حالا. جانم. من میخوام که از یکی دیگر از شاگردان کلاس آقای حسن زاده دعوت کنم که رتبه بین المللی داره تو قرائت. در کنار این بچه‌ها که داریم میبینین شاگرد آقای حسن زاده. همین کلاس بوده. بله دیگه شاگرد مکتب آقای حسن زاده. تشویق بکنین، تشویق بکنین شما. به به ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله. این جوان رعنا آقای محمد حسن حسن زاده، فرزند آقای حسن زاده. خوش اومدید. حالا این نکترم بگم آقای بوزری، اینا میگم برای همسن و سالای خودم و بزرگتر از منا. ما رسم خانوادگیمون اینه، هر وقت پدر مادر رو میبینیم دستشون رو میبوسیم، بریم خونه شون برگردیم میبوسیم. انشالله سایه پدر مادرها بالا سر باشه. من یادم نمیره وقتی اون لحظه ای که پای بابا رو بوسیدم عشق پدرم جاری شد، گفت محمد حسن هر چی خدا میخوای بهت بده. مادرم هم همین جور. عندما استاذ رساله، عندما خفضت راسك، عندما خفضت راسك عند قدمي والدك رفعك الله. به 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 به. راه 100 ساله رو یه شبه میشه رفت رفقا، با احترام به پدر مادر. اونایی که دارید قدر بدونید که مطمئن باشید به جایگاه های بالا میرسید انشالله.
سلامتیشون یه صلوات بفرست. اللهم صل على محمد. خب پس شما بفرمایید. اهلا و مرحبا. خیلی خوشحالم که در این ماه پرفضیلت در خدمت شما هستم. بنده محمد حسن حسنزاده، متولد سال 1369 در شهر تهران. یادم نمیره جناب استاد ابوالقاسمی عزیز، من بعد از نماز مغرب، عشا، ظهر، عصر، بابا وقتی قرآن میخوندن میومدم کنارشون، شاید اون 3-4 سالگی بود، استاد شاکر نجات، خیلی جالب بود، بابا میخوندن، عاشق سبک محمود طبلاوی بودم. نکته جالب توجه این بود که مادر من هم صدای خوشی داشت، اکثر سورهایی که استاد عبدالباسط تلاوت میکرد رو من از مادرم یاد گرفتم، یعنی مرتب داشت آشپزی میکرد سوره و شمس و زهر رو میخوند. سال گذشته بود که بعد از حالا سالیان سال که ما در مسابقات شرکت میکردیم، توفیق شد در مسابقات آزاد جهانی قطر که ششمین دورش بود برگزار شد، من توفیق داشتم شرکت کنم. بین 1300 نفری که از سراسر دنیا فایل فرستاده بودن در این مسابقات شرکت کردن، جز 100 نفر برتر شدم و به مرحله حضوری پیدا کردم که اونجا هم یکی از رقبای اصلی ما، اگه بگم باورتون نمیشه، بگم؟ بله. یکی از رقبای اصلی ما احمد رضوان درویش. عجب. جدی میگی؟ که از دوستان خیلی خوب ما بود در مسابقات کتارا. نعم، هو ابن اختی، اسمو احمد درویش. نعم نعم، هو ابن اختی و هو قارئ ممتاز و صوت جمیل. ابن اخت. بله، خواهرزاده. ایشون داییشون میشن. بله، اونجا کلی یاد استاد داشتیم و که تونستم توی اون مسابقات رتبه اول رو کسب کنم. الحمدلله، ماشاءالله. محمد حسن، جایزش چی بود؟ در مسابقات قطر حدود 140,000 دلار جایزه دادن به نفر اول. ایرانی شو بگو برادر. کم کن. چقدر؟ من اصلا حواسم نبود. چقدر؟ 140,000 دلار. 140,000 دلار. بله. یعنی به دلار الان که می دونم همه ماشین حساب داشت 8 میلیارد تومان. در حال حاضر. در حال حاضر. با دلار امروز میشه 7.5 میلیارد. 7.5 میلیارد تومان. برکت قرآن. برکت کردی حالا. سهم ما رو بده آقا. این سوالیه که خیلی ها میپرسن. 7 میلیارد دلار. 7 تومان. 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 7 میلیارد تومان. 140,000 دولار. 140,000 دولار. لا لا لا، لحظة لحظة لحظة، تحدث فارسي، تحدث فارسي. وين ترو؟ تلميذ. 7 مليار تومان. وين؟ تومان مش دولار. تومان. أستاذ رزوان. أنا. وين ترو؟ أنا سأكون تلميذ هنا. كار بالاك، حرف دولار ومات كار بالاك. سلام سلام ورحمة الله. سلام عليكم. سلام عليكم. سلام ما شاء الله. ما شاء الله. أنا سأجلس هنا تلميذ. تلميذ ها؟ آخ آخ آخ. نعم أنا تلميذ. بحث 7 مليار. تفضل. أستاذ رضوان، تلميذ من؟ تلميذ من؟ تلميذ حاجي أنا شريك. أرى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. ماذا؟ شغلة بلدي. خوبي. إنا جايزة شو مهازمك. آه بابا. ما شاء الله. بارك الله. بارك الله. حسنين حبيبي تعال هون تلميذ. به افتخار استاد رضوان هدیه دادن به بچه‌ها. آره خیلی زیبا. ببینید ماشاءالله، حالا همینجوری که دارن جایزه رو میدن، آقای حسنزاده پدر یه کاری کردن که باعث برکت در رزق خودشون و عمر خودشون شده. ببینید شاید اگر اون 2 ساعت رو در روز تعطیل نمی کردن، شاید مثلا فرض فرمایید که 2 تا کفش بیشتری رو هم مثلا تعمیر می کردن. ولی اینی که اختصاص دادن این کار رو به آموزش قرآن، خدا هم اینجوری جبران میکنه. جبران میکنه در حقشون، چه در عمرشون، چه در رزقشون، چه در فرزندانشون، خدا جبران کرده. من مطمئنم برکتی رو که از این کار به حتی کار کفاشیشون و اینها وارد شده خیلی فراتر و بالاتره. چرا؟ چون که عنوانهای برکت، خود قرآن خودش رو با عنوان برکت ازش خودش یاد میکنه.
قرآن در آیات متعددی مثلا میگه هادا ذکر مبارکون انزلنا، یه آیه‌ای که در سوره مبارکه صاد هست که از احمد آقا عزیزمون میخوام که بخونه، که اصلا مایه تدبر در آیات کتاب انزلناه الیک مبارکون لیدبرو آیاته، اصلا تدبر میشود در قرآن کرد به خاطر این کتاب مبارکه. احمد جان برای ما بخونیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته. الله الله الله. وليتذكر أولو الألباب. زندگیشون رو با قرآن مبارک کرد. این پدر هر روز سعی کرده لقمه حلال بیاره خونه. الان ثمراشو داریم میبینیم. ما در خانواده خودمون الحمدلله، من 32 سال در مسیر قرآنم، الان پسر خودم آقا محمد یاسین الان قرآن میخونه خودش، الحمدلله کلاس دومه، و این فرزند شهید محمد جواد رستمی که همشیرزاده هستن و در سوریه سال 1395 از تیپ سرافراز و همیشه پیروز فاطمیون. آقای حسن زاده اون پیکسل چیه روی سینه زده؟ ما اینجا نمی‌بینیم. خودت بگو آقا محمد علی، این عکس، این پیکسلی که هست چیه دقیقاً؟ بسم الله الرحمن الرحیم. من محمد علی رستمی هستم، فرزند شهید محمد جواد رستمی. این پیکسل پدر من هست. آخه آخه به روح پدرش صلوات بفرستی. الله صل علی محمد. حدود 20 سال پیش ما رفتیم یزد که یه 2-3 سالی اونجا باشیم، مجدد برگردیم، که این سفر ما به یزد، شهر قنات و خون و قناعت، حدود 22 سال طول کشید که ما یه بار دیگه یزدی رو دیدی. حالا یه بار دیگه شهر چی؟ شهر قنات و خون و چی؟ قنات و خون و قناعت، حالا قرآن هم بهش اضافه شده. کلاس سوم بودم آقای بوزری، صبح تا ظهر میرفتم مدرسه درس میخوندم، شاگرد اول بودم، ظهر یه لقمه غذا میخوردم، یه جعبه‌ای داشتم از این جعبه‌های تیتاب و کیک، اینا تو اینا باتری میذاشتم، نوار خالی میذاشتم، باتری قلمی، میرفتم توی بازار شروع میکردم به دست فروشی کردن که بتونم خرج و مخارج خونه رو تأمین کنم، زمستون تابستون فرقی نداشت. درود بر شما. و زحمات خیلی زیادی کشیدم، شاید خیلی از این کسایی که الان تهران پارسن زندگی میکنن، شاید شیشه های ماشینشون رو من پاک کردم. خیلی وقتا تلاش میکردم بتونم یه واکمن بخرم، یه ضبط کوچیک بخرم، بتونم درود به شرف. خلاصه قرآن تمرین کنم. گذشت و گذشت و گذشت که لطف خدا شامل حال ما شد، توی مدارس تونستیم تدریس کنیم و عزتیه که قرآن اهل بیت به ما داد، الحمدلله. چه آیه‌ای به شما تو مسابقه افتاد؟ معمولا باید آیه خوشخوان و خوبم بیفت. حالا نمیگم شما تلاش نکردی، اول شدی. حالا یزدی یا یکی آیه ای دید. یتا یکی. اینجا باید بگی یکی. بله اینجا باید بگیم یکی. اینجا یکی. آیه یکی تو فینال افتاد برام. آیه سوره مبارکه توبه آیه 111 اگر اشتباه نکنم. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه. یعنی انتخاب کردن حدود 13-14 خط تا صفحه بعد من تلاوت کردم. آیه ابتدایی که شروع کردم همین. بخون برخون محمد حسن. بشین. ببخشید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الله. نعم نعم. نعم. يا رحمن يا رحيم. يا رحمن يا رحيم. يا أيتها النفس المطمئنة
الجنه ارجعي الى ربك راضية مرضية. الله 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 الله. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. عجيبة. فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على بهبه. حسنه امروز خیلی ساکته، داره ذخیره میکنه به جاش خرج کنه. من میدونم صدای ازش در نمیاد. آقای قاسمیان جان دارم فکر میکنم یه چیزی من بگم. اولا این که خیلی از مجالس خونگی، این مجالس بزرگ کارکرد خودشو داره، خوبم هست، چه روزه های بزرگ چه مجالس قرآن بزرگ. اما کارکردی روزه ها و مجالس قرآن کوچیک و خانوادگی داره و خونگی داره که خیلی وقتا اون روزه های بزرگ نداره. اینجا تربیت هم توش داره انجام میشه. لذا سفارش میکنیم بینندگان عزیزمون رو که یواش یواش مجالس خونگی روزه و تلاوت قرآن اینا را بندازن. این آیه خیلی خوشخانه. شماها استادین، من فقط گوشم گوش خوبیه برای شنیدن. اینکه اتفاقی این آیه بهت افتاد واقعا، چون آیه رادستیه برای خوندن و تلاوت. هیچ چیز در این دنیا اتفاقی نیست. دقیقا شب میلاد امام حسین علیه السلام بنده در هتل دوحه بودم، اونجایی که محل اقامتمون بود. اون شب کسی توی اتاق من نبود. اونجا یه روزه‌ای خوندم، الان جاش بگم، روزه تک نفره، نیم ساعت خوندم، فقط عشق ریختم. تنها از حرم امام حسین رفتم حرم حضرت ابوالفضل. این دو بیتی رو اونجا خوندم، یادم نمیره. دیدم بکشا که طبیبت سر بالین آمد، دیدم بکشا که حسین با دل خونین آمد. عباسم دیده برم منه، ای سروه به خون غلطیده، تا نگوین حسین داغ برادر دید. این روزه ها رو خوندم، از مادر سادات خواستم خودشون عنایتی بکنن. آجای بوذری باورتون نمیشه، نشستم توی جایگاه، مجری اومد گفت یه دونه از این قرآن رو بردار. 6236 آیه داره قرآن. چی میشه یه دفعه این آیه بیفته برای من؟ وقتی قرآن رو برداشتم دیدم آیه 111 سوره مبارکه توبه است، ان الله اشترى من المؤمنین. گفتم دمت گرم آقا، ارباب هوای نوکرش را دارد. معامله با امام حسین برد برد رفقا. یادم نمی رود
من پای سفره تو شدم محترم حسین، لطفی که کرده ای تو به من مادرم نکرد، ای مهربان تر از پدر و مادرم حسین. حسین آرام جانم، ای دستت بیاد بالا حسین، روح حسین آرام جانم. السلام الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى العباس الحسين. يا عالم گریه به روزه بده بارم، تا خوب نشه تا خوب نشه زخمم دست بر نمیدارم، بذار حالا نوکر شما باشم، لحظه مرگم تو خاک کربلا باشم، لحظه مرگم تو خاک کربلا باشم. عزیزم حسین، عزیزم 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 حسین، عزیزم عزیزم حسین. صلوات. هنوز شوق تو بارانی از غزل دارد، هنوز شوق تو بارانی از غزل دارد، نسیم یک سبد آینه در بغل دارد. خوشا به حال خیالی که در حرم مانده و هر چه خاطره دارد از آن محل دارد. به یاد چایی شیرین کربلایی ها لبم حلاوت احلا من الاصل دارد. حسین جان بگو چه شد که من اینقدر دوستت دارم، بگو چه شد که من اینقدر دوستت دارم، بگو محبت ما ریشه در ازل دارد. غلامتان به من آموخت، غلامتان به من آموخت در میانه خون که روسیاهی ما نیز راه حل دارد.